سرخط خبرها. حمله طالبان بر نیروهای مقاومت در ولسوالی خست ولایت بغلان. درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت در کاپیسا. سرکوب راهپیمایی مردمی در پنشیر توسط طالبان. طالبان در هرات نظامیان پیشین را وادار به کوچ اجباری کردند. یک مرد در هلمند به دلیل اختلاف بر سر زمین مادرش را به قتل رساند. حمایت شماره از زنان از حجاب طالبانی در کشور. حکومت سرپرست طالبان از برگزاری یک نشست ملی در آینده نزدیک خبر داده است. آمریکا می گوید اگر روند سیاسی فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، این کشور به سوی بی‌ثباتی پیش می رود. اسلام آباد می گوید پاکستان قصد ندارد نقش یک مخرب را در افغانستان داشته باشد. با مهمترین خبرهای امروز از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز شنبه 14 جوزا برابر است با 4 جون سال 2022 میلادی. مشروع خبرها. حمله طالبان بر نیروهای مقاومت در ولسوالی خست ولایت بغلان. با گزارش منابع محلی طالبان بار دیگر بر سنگرهای مقاومت در ولسوالی خست ولایت بغلان حمله کردند. در گزارش آمده است که این حمله بعد از ظهر امروز راه اندازی شده و تا کنون به هر دو طرف تلفات نیز وارد شده است. مقامات محلی طالبان در بغلان هدف از راه اندازی این حمله را نابودی مقاومتگران خوانده است. درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت در کاپیسا. باشندگان ولایت کاپیسا گزارش می‌دهند که شام امروز یک تانک حاموی طالبان در مرکز این ولایت با ماین کنار جاده‌ای برخورد کرد و سپس درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان شدت گرفت. طالبان ادعا می‌کنند که این ماین توسط مقاومتگران جاسازی شده بود. باشندگان محل نیز گزارش می‌دهند که نیروهای وابسته به جبهه مقاومت بعد از انفجار ماین بر کاروان طالبان حمله کردند و در نتیجه 3 سرباز طالب کشته شدند. سرکوب راهپیمایی مردمی در پنشیر توسط طالبان. طالبان با جابجایی صدها نیروی سرخ خود در چندین روستای پنشیر مانع برگزاری راهپیمایی مردم این ولایت شدند. صبح روز گذشته مردم پنشیر می‌خواستند در پیوند به کشته شدن عبدالمنیر امینی که زیر شکنجه طالبان جان داد تظاهرات کنند، اما طالبان با حضور نظامی سنگین در چندین نقطه پنشیر مانع برگزاری راهپیمایی مردمی شدند. روح الله شاملنگ معاون والی طالبان برای ولایت پنشیر خطاب به مردم گفته است تظاهرات نکنید، ما صدایتان را شنیده ایم و نگرانیتان را به کمیته نظامی وسیله خواهیم شد، زیرا صلاحیت اصلی بر دست کمیته نظامی است. طالبان در هرات نظامیان پیشین را وادار به کوچ اجباری کردند. منابع محلی در ولایت هرات میگویند که طالبان خانواده‌های نظامیان پیشین در این ولایت را کوچ اجباری دادند. یک منبع معتبر محلی در ولایت هرات امروز شنبه 14 جوزا به روزنامه 8 صبح میگوید که طالبان خانواده‌های نظامیان پیشین را در ساحه غند 11 این ولایت وادار به کوچ اجباری کردند. با گفته منابع طالبان به خانواده های ساکن در این ساحه دستور دادند که هرچه زودتر این ساحه را ترک کنند. طالبان به این خانواده ها گفتند که نمی توانند بعضی از وسایل خانه هایشان از جمله بایلر یا آب گرم کن و پمپ های آب را از خانه هایشان انتقال دهند. یک مرد در هلمند به دلیل اختلاف بر سر زمین مادرش را کشت. منابع محلی در ولایت هلمند میگویند که جنجال بر سر زمین باعث شد که یک مرد مادرش را به قتل برساند و برادرش را زخمی کند. با گفته منابع این رویداد زمان رخ داد که یک مادر در هنگام میانجیگری بین پسرانش توسط یکی از پسران مورد شلیک گلوله قرار گرفت. این رویداد روز گذشته در ولسوالی مارجه هلمند رخ داده است.
جنجال‌های خانوادگی به صورت بی‌پیشینه در هلمند افزایش یافته است، طوری که در یک ماه گذشته چندین مورد مشابه جنجال بر سر زمین در این ولایت رخ داده است. حمایت شماری از زنان از حجاب طالبانی در کشور. پس از اجباری ساختن نحوه پوشش زنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، اکنون آنها در شهرهای مختلف دست به تبلیغات حمایت از این نوع حجاب زدند. هفته گذشته تعداد از زنان در یک مدرسه دینی در شهر مزار شریف طی یک تجمع حمایتشان را از نحوه پوشش تعیین شده از سوی طالبان اعلام کردند. و همین ترتیب تعداد از زنان در شهرهای نمروز، قندهار و بدخشان نیز از این پوشش حمایت کردند. اما از سوی دیگر فعالین مدنی، خبرنگاران و فعالان حقوق زن بدین باور هستند که این زنان برای کمپاین حجاب طالبانی یا پول دریافت می کنند و یا به زور وادار به ایجاد چنین گرد همایی ها می شوند. هارون نجفی زاده یک خبرنگار در تویترش نوشته است که زنان اشتراک کننده در این گرد همایی ها 500 افغانی و سخنرانانشان 3000 افغانی پول دریافت کردند. حکومت سرپرست طالبان از برگزاری یک نشست ملی در آینده نزدیک خبر داد. کمیسیون سیاسی حکومت سرپرست طالبان گفته است که کار روی یک طرح برای برگزاری نشست ملی و فراخواندن مجموعی از افغانها برای مشوره و تبادل نظر جریان دارد. خبرگزاری دولتی باختر امروز شنبه به نقل از مقامات حکومت سرپرست طالبان گزارش داده است که در آینده های نزدیک یک نشست بزرگ ملی با حضور سیاسیون در کابل برگزار خواهد شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان گفته است که کار نهایی بالای یک طرح جریان دارد تا نشست بزرگ ملی با حضور سیاسیون برگزار شود. ای افزوده است هر زمانی که طرح مورد تایید کابینه قرار بگیرد، تاریخ برگزاری و آژندای آن شریک می شود. آمریکا می گوید اگر روند سیاسی در افغانستان شکل نگیرد، این کشور به سوی بی‌ثباتی پیش می رود. توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که اگر روند سیاسی فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، این کشور به سوی بی‌ثباتی به پیش خواهد رفت. توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان امروز در رشته توییت گفته است که در صحبت با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، وزیر خارجه و رهبر گاردهای مرزی این کشور درباره اوضاع افغانستان تبادل نظر کرده است. و اسلام آباد می گوید پاکستان نمی خواهد نقش یک مخرب را در افغانستان داشته باشد. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که پاکستان قصد ندارد نقش یک مخرب را در افغانستان داشته باشد. نامبرده در یک نشست مطبوعاتی هفتگی خاطرنشان کرده است که پاکستان به طور مداوم نگرانی های خود را در مورد افزایش تروریسم و حملات فرامرزی مطرح می کند و ای بار دیگر بر تعهد پاکستان به یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و مستقل تاکید کرد و افزود که این کشور نمی‌خواهد هیچ نقش مخربی در کشور همسایه داشته باشد.